18 ربیع الثانی سال 602 هجری سال روز ولادت بزرگ مردی از تبار فقها و علماست، شیخ نجم الدین جعفر ابن الحسن ابن یحیی ابن سعید حزلی هلی، یکی از بزرگترین و نامورترین فقیهان عصر خیش و دارای عظمت و اعتبار خاص در میان مجتهدان است. تا جایی که وقتی کلمه محقق را بدون قرینه و نشانه‌ای در میان فقها ذکر می‌کنند، شخصیت تحقیقی و علمی او مورد نظر است. وی در سال 602 هجری در شهر تاریخی هله قدم به عرصه وجود گذاشت و از همان سنین کودکی به تحصیل مقدمات علوم متداول عصر خیش پرداخت. ادبیات عرب را که زبان مادریش بود به خوبی فرا گرفت، هیئت و ریاضیات و منطق و کلام را به مقدار لازم تحصیل نمود و در تمام این رشته ها با توجه به هوش سرشار خود تبحر کامل یافت. آنگاه فقه و اصول را پیش پدر دانشمندش حسن ابن یحیی و از محضر فقهای مشهور هله مانند ابن نما و سید فخار موسوی تکمیل کرد. سپس به تدریس علوم و فنون همت گماشت. شیخ نجم الدین در سایه قریحه سرشار و فکر مواج و وسعت نظری که داشت به تحکیم مبانی فقه شیعه و اساس مکتب اجتهاد پرداخت. او با حسن تقریر و دقت نظر و تعمق کم نظیر تدریس می کرد و دانشجویان رشته های مختلف می توانستند از محضر او استفاده کنند. همچنین محقق هلی فقه را بر پایه استدلال بنا نهاد و در تحقیقات خود به آراء دیگران نیز توجه داشت و در توسعه ابعاد آن کوشش می‌کرد. وی در علم و فضل و جلالت قدر نمونه بود و در اوائل جوانی اشعاری چند سروده است، ولی به سفارش پدرش آن رشته را دنبال نکرد. محقق هلی با یک واسطه شاگرد ابن زهره و ابن ادریس هلی است. او استاد علامه هلی است که در فقه کسی را بر او مقدم نشمردند و در اصطلاح فقها هرگاه محقق به طور مطلق گفته شود مقصود همین شخص بزرگوار است. فیلسوف و ریاضیدان بزرگ خواجه نصیرالدین طوسی با او در هله ملاقات کرده است و در جلسه درس فقهیش حضور یافته است. کتاب‌های محقق مخصوصاً کتاب شرایع در میان طلاب یک کتاب درسی بوده و هست و فقهای زیادی کتب محقق را شرح کرده یا حاشیه بر آن نوشته‌اند. پس از اینکه مکتب فقهی شیخ طوسی ابن ادریس با انتقاد روبرو و دچار خدشه و اضطراب شد، محقق هلی با روش جدید و طرحی نو به ترمیم فقه شیعه پرداخته و با خلق آثار جدید به تدوین گسترده آن همت گماشت. وی با تدوین کتاب شرایع الاسلام و تقسیم ابواب فقه به 4 قسمت عبادات، عقود، ایقاعات و احکام دست به ابتکار جدیدی زد که دیگران افزون بر نوشتن شروح گوناگون بر این کتاب از تقسیم وی نیز متابعت نمودند. محقق همانند بسیاری از فقها در ابتدا به ضرورت تشکیل حکومت می‌پردازد. از نگاه وی تشکیل حکومت
ضامن و در بردارنده سلامت جامعه است، زیرا اجتماع به دلیل تضاد منافع افراد با یکدیگر همواره در معرض نزاع و درگیری قرار دارد و بر اساس اعتقاد وی این حکومت است که میتواند جامعه را کنترل و سقوط آن در هرج و مرج جلوگیری کند. حکومت خاموش کننده آتش اختلاف و فتنه در جامعه است و قهرن هیچ حکومتی برقرار نخواهد شد مگر توسط حاکم و رهبر. دوره ی حیات محقق حلی نیز از روزگار فقهای دیگر متمایز و متفاوت بود. در این دوره حمله مغول به بغداد اتفاق افتاد که تأثیری شگرف در تاریخ جهان اسلام گذاشت. بنابراین طبیعی است که نگاه وی به فقه شیعه و فقه حکومتی شیعه خاص باشد، اگرچه در کتب تدوین شده توسط محقق فصل خاصی به بحث ولایت فقیهان اختصاص نیافته است، اما میتوان در ابواب گوناگون فقهی به نظرات وی در این باره دسترسی پیدا کرد. rasanews.ir